چرا باید واسطه قرار بدم؟ سوال این هست. یعنی این مسائل اساسی که خداوند میاد عقل انسان مورد خطاب قرار بده، چرا انسان رها کند؟ چقدر واضح و آشکار میگه، میگه همه چیز در آسمان ها و زمین مال من هست، پس چرا من برم بچسبم به یک انسان دیگه؟ میگم تو از خدا بخواه؟ مگه نمیگه که هر چی که در آسمان ها و زمین است مال من هست؟ همین که تو اونو میخوانی هم مال من هست، مخلوق من هست، من آفریدمش. پس چرا از این میخوایی؟ چرا از خدا نخوایی؟ چرا قلبمون معلق باشه، وابسته باشه به فلانی و فلانی و فلانی، به انسانها که کارهامو انجام میدن اینها؟ چرا قلبمون وابسته به الله نباشد؟ الله کار منو انجام میده. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیست که شفاعت کند در نزد او مگر با اجازه اش؟ شفاعت مال خداست. چه کسی جرأت داره؟ چه کسی میتونه؟ مخلوق هست، مال خداست، چطور جرأت میکنه بیاد به خدا دستور بده؟ شفاعت معمولا خب از شفع گرفته شده، یعنی اینکه یکی میاد بالاتر از خودش رو همراه خودش میکنه برای اینکه مشکلش حل بشه. شما وقتی یک کاری دارید، خب چه کسی رو همراه خودتون میبرید؟ یکی که خب میتونه بالاتر از شماست، یکی که پایین تر از خودت هست کاری نمیتونه که نمیبری. این بحث شفاعت هست دیگه، شفع شدن، دوتا شدن. خدا میفرمان که کسی اینو نمیتونه، چون برداشتی که الان از شفاعت هست که قرآن باش مبارزه میکنه، یعنی اینکه خدا به اینها نیاز داره و اینها بر خدا تأثیر میذارن. معناش چیه؟ شما وقتی میگید که ای فلانی در درگاه خدا شفاعت کن، بعد چی میگید؟ میگید این در درگاه خدا مقرب هست. خب مقرب باشه، یعنی بر خدا تأثیر میذاره. مثل تصور این گونه است متاسفانه، از تشبیهی که انسان در ذهن خودش، از تخیلی که در ذهن خودش داره، از اون چیزی که مشاهده میکند در زندگی خودش، از رفتار و منش انسانها در ذهنش هست، اینو میاد در مورد خدا هم میخواد پیاده کند. خب یک پادشاهی، یک حاکمی، یک وزیری، استاندار باشه، فرماندار باشه، هر کی باشه، بالاخره کسانی هستن که زیر دستش هستن، مقربینش هستن، بینها نیاز داره. خب اینها هم به این مدیر، به این رئیس فلان نیاز دارن دیگه، تأثیر میذارن برش، همون که او بر اینها داره تأثیر میذاره. یعنی اینها میگن که این کارو انجام بده، ازش میخوام، برش تأثیر میذارن. این تصوری که ما از رفتار و منش انسانها داریم، میخوام در مورد خدا هم پیاده کنیم. تأثیر گذاشتن بر خدا، امر کردن به خدا، و اینکه خدا حالا دیگه ناچار هست دستور این مقربین را، این حاشیه و این درباریانو، نعوذ بالله، این حالت، این تشبیه دارن دیگه، این درباریانی که هستن در درگاه خود، در دربار خدا هستن، از وزیر و وزرا بر خدا تأثیر میذارن. این برداشتی که شما هر چیزی که در مورد شفاعت میگن این هست، بشین پای صحبتشون، تماما همین شفاعتی است که قرآن نفیش کرده و مشرکین داشتن در طول تاریخ، الان هم همون تکرار می شود. تأثیر گذاشتن اینها مقربین بر خدا از کجا گرفته شده؟ از اینکه خدا را شبیه بندگان کردن. تصوری که از بندگان داشتن اومدن در مورد خدا پیاده کردن. این میشن گمراهی، ضلالت، ضالین، اینگونه میشه دیگه. کسی نمیتونه شفاعت کند،
مگر اینکه خداوند به هر که بخواهد اجازه میدهد، دستور بهش میده که ای فلانی تو در مورد فلانی شفاعت کن، نه اینکه خودش بلند شه. کسی این جرأت رو نداره. حتی اون احادیثی هم که از رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده، ما بایستی در خلال این آیات بفهمیم، نه اینکه رسول الله صلی خودش بلند میشه میگه که خدایا من اومدم شفاعت کنم، اینها را میخوام نجات بدم. نعوذ بالله، رسول الله صلی الله علیه و سلم بنده است، مخلوقی است،